با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه می. در روزهای دوشنبه در خدمت شما در باب مطالب مهم صحبت میکنیم، به ویژه مغالطات. امروز هم یک کتاب مستطاب به شما معرفی خواهیم کرد که یک روشنفکر عرب نوشته است. عرض کنم که در واقع میشه باید گفت کسروی عرب بود است. اجازه بفرمایید از گاتها یا سرودهای زرتشت برای شما یک بند بخوانم. میفرماید: اکنون از حقایق و اصول آیین زندگی، اونچنان که هستی بخش دانا به من آموخت، آشکار خواهم ساخت. کسانی که کلام مقدس مزدا را به کار نبندند و چنان که من آموختم پیروی نکنند، پایان زندگی آنها پشیمانی و آه و افسوس خواهد بود. نمیگوید و لهم عذاب علیم یا لهم عذاب عظیم، وحشت الله نیست. عرض کنم که نصیحت است و تشویق به نیکی. خب برویم سراغ پیغمبران و عرض کنم که فیلسوف فیلسوفان یعنی حافظ. ما بعض اینها رو به کرات خواندیم و خب این رو میخوانیم خدمتتون: اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. عرض کنم به طوری که بنده شنیدم و احتمالاً به حقیقت نزدیک هست، دیگر اون درستی و راستی و درست پیمانی و عهد و وفا و اینها رفته رفته زیر سیطره جمهوری پربرکت اسلامی و اخلاق حکومتگران گویا رخ بر بسته. هر کسی رفت به مملکت و برگشت، عرض کنم که ناله ها داشت و آه و افسوس ها داشت از بدعهدی و بیوفایی بعض هموطنان. باری: اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق و پریشان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چه آب حیوان باش. عرض کنم که اینا آب حیوان، عرض کنم خضر، اینها همه میتولوژی است آقا، میتولوژی، میت است. اینا حقایقی در اینها نیست. حالا اسکندر بوده، اما آب حیوان اینها که قرآن هم بهش اشاره میکند و اینها که میرود و از اینجور داستانها، اینا میتولوژی بوده. خدا فکر کرده که اینا حقیقته. خدا بله، طریق خدمت و آیین بندگی کردن خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دگر به سید حرم تیغ بر مکش زنهار، و زن که با دل ما کرده ای پشیمان باش. تو شمع انجمنی، یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. کمال دلبری و حسن در نظربازی است، به شیوه نظر از نادران دوران باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش. به به، خب خدمت شما عرض کنم، ما به کرات و مرات خدمت شما عرض کردیم که وقاحت آخوند انتها ندارد و هر کس وارد این دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی شد،
عرض کنم که همون وقاحت رو به ارث میبرد، چون خب زیر دست آخون کار میکند. این آقای ظریف سپر جان، این سخنرانی ظریف رو لطفا پخش کنید. میگوید در ایران مطلقا زندانی عقیدتی وجود ندارد، ما قانون داریم. از جمله کارهاشون این بود که، کارهای قانونیشون این بود که وقتی که سه تیم فرستادن برای کشتن فروهرها، یک پیرمرد و یک پیرزن، دو آدم کهنسال در منزلشون نشستن، فقط به صرف این که نامی دارن آقای آسد علی، سه تیم آدم کش فرستاده است که اگر تیم اول موفق نشد پنداری دارن میرن به جنگ رستم دستان. آقا یه چاقوکش کافی بود، یه چاقوکش بسیجی کافی بود برای کشتن اینا. تیم فرستادن و بعد خانه رو هم پس ندادن، خانه رو هم پس ندادن. بالاخره پس از کوشش های بسیار از بازماندگان این دو بزرگ آمدن و خانه رو پس دادن، اما حمله کردن، دوباره غارت کردن. گویا اینا اینقدر قانونمندن، اینم نماینده شونه. شما نگاه کنید این موزیگری و فرومایگی از جبینش آشکار است. شما نگاه کنید انگاری یه عمری تو کلازت جاسوسی میکرده. نگاهش کنید، شما تو رو خدا نگاهش کنید. حالا ببینید یه عمامه کم داره این. We want to be able to enjoy the benefits of interaction, but we insist on our dignity. We insist on being able to engage based on mutual respect. That for us is extremely important. But as soon as you say that, everyone believes, many people believe that the Supreme Leader, you know, has had for a long time a negative opinion, to say it graciously, of the United States, and believes that the United States and in fact has benefited from his rhetoric. At the same time, the US president has reached out and sent letters to the Supreme Leader. Which he replied to. The point is, the Iranian public, it's not just the Supreme Leader, the Iranian public, the general public, are very skeptical of US intentions. This is unfortunate, but a reality. The reality is that the Iranian general public in Iran are very mindful of history, very much so. They remember the United States overthrowing a government, and supporting a repressive regime. And as you regime. Know, the United States remembers the taking of American hostages. Yes. They both have a historical memory. There is a bad history. There is a public psyche in the two countries that have led to an atmosphere of mistrust. And we do not want to debate what happened first, who is responsible for this, but we should understand, we should realize this historical background and see whether through cooperation to resolve this issue, we can in fact dent that wall of mistrust that exists between Iran and the United States and see whether that provides us with an opportunity to move forward. So the Supreme Leader has been very clear that he doesn't trust the United States, like most Iranians. But does he want to see a better relationship with the United States is the question. He made it very clear in his latest statement that if this goes well, it may open the possibility for talks in other areas. This we need to decide. We need to see how this works out. We need to see whether the United States is prepared to deal with the Iranian people. نه، منظور من این بخشش نبود. منظور من بخشی بود که میگوید ما زندان عقیدتی اصلا نداریم. بله، زندان عقیدتی ما نداریم. این میگوید ما زندان عقیدتی نداریم. حالا این صحبتی که میکرد اینجا راجع به رابطه آمریکا و ایران بود که بعد چنین و چنان است و این دیوار بی‌اعتمادی بین ما هست و دولت آمریکا چنین کرده، یک دولتی رو سرنگون کرده. حالا زورش میاد بگوید که دولت ملی دکتر مصدق، چون اینا دشمنان ملیون هستند و دشمنان وطن دوستان هستند و دشمنان وطن پرستان هستند و دشمنان ملت هستند. امروز ایرانیان دشمنی ندارن جز حکومت جمهوری اسلامی. نه آمریکا دشمن ایران هست، نه اسرائیل دشمن ایران هست. دشمن ملت ایران علی خامنه ای، دستگاه جهنمی خامنه ای، آدمای مثل همین آدم دروغگو و بی حیا و بی شرف، خیلی عذر میخوام، مثل این
که میگوید ما زندانی عقیدتی نداریم. آقا تبرزدی چه جنایاتی مرتکب شده که در زندانه؟ خانم ستوده و صدها نفر دیگر، اون تعداد آدم هایی که به خاطر عقایدشون به در سال 60 و 61 و 67 و 68 که تعداد اونها را از 15,000 تا 30,000 میگویند، اینها چه کرده بودند؟ همشون جنایتکار بودند، آدم کشته بودند، چه جور؟ میگوید که ما زندان عقیدتی نداریم. خب البته ما قانون داریم، ما قانون داریم، هر که قانون ما زیر پا بگذارد ما اقدام میکنیم و ما زندان عقیدتی نداریم. این برادران اهل تسنن رو در سیستان و بلوچستان، در کردستان به زندان میاندازن به چه دلیل؟ بهائی ها رو به زندان میاندازن به چه دلیل؟ امروز فکر میکنم 7-8 نفر از عرض کنم که معارف جامعه بهائی زندانی است. به چه دلیل؟ به دلیل عقیده است. و این آمده مالکشی با اون زبان مزوری که داره آمده اینجا میخواد شرافت خریداری کنه برای رژیمی که از سر تا پا بیشرف و فرومایه است. صحبت از دیگنیتی میکنه، شرافت. و میگوید مردم ایران عمدتا به آمریکا دشمنن، در حالی که همه دنیا میدونه آقا مردم آمریکا بسیار به آمریکا علاقمند هستن و خاطرات خوش دارن از آمریکایی‌ها. حالا منهای داستان 28 مرداد و دخالت آمریکا در قضایا، ولی بر روی هم برداشت مردم ایران از آمریکا، دلیلش هم نگاه کنید آقا هر ایرانی که میخواد خارج بشود اول جایی که میرود سفارت آمریکاست. و بیایید شما توفیق ایرانیان رو در آمریکا ببینید، در ردیف اول مهاجرین هستن، درخشان، واقعا واقعا یعنی حیرت انگیز هست توفیقی که ایرانیان در آمریکا به دست آوردن. شما هر جا که بروید میبینید. این چند روز بنده در شمال کالیفرنیا بودم، در شهر سان خوزه و پلزنتون و اینها، عرض کنم که یک سمیناری بود برای معرفی کتاب و اینها. شما میبینید و میشنوید شخصیت های بزرگی که آمدند از ایران، فقط به سایقه لیاقت مقام های بلند رسیدند، مایه افتخار هستند. و چون سخن به اینجا رسید سپاسگزاری میکنم از دوستان عزیزم در شمال کالیفرنیا. عرض کنم که دوست عزیز آقای ذوالفقاری، دوست عزیز آقای ناصر رستگار نژاد، دوست عزیز و قدیم سرکار خانم زلفنون و آقای مهندس صدیق و کامران که به اتفاق رفتیم و بسیاری دیگر که عرض کنم که در این لحظه ممکنه من به یاد نیاورم، ازشون همه سپاس گذارم، از جمعی کسانی که اون برنامه رو یاری کردن و برابر داشتن. باری در اونجا جمعی از موفق ترین مردم ایران رو میبینید، ایالت های دیگر هم همچنین هست، از بوستون ماساچوست تا کالیفرنیا شما شاهد توفیق ایرانیان هستید. میگوید ایرانیان از آمریکایی ها نفرت دارن، متنفرن. این دیر لیدر ما، عرض کنم که رهبر ما هم در واقع یعنی نمایندگی مردم رو میکند، در حالی که ما میدانیم این رهبر محترم به حقه و کلک رفسنجانی آمد. این داستانش این داستان هیتلره. هیتلره وقتی فیلد مارشال هیندنبرگ مرد یک کاغذ تقلبی درست کرد که فیلد مارشال گفته من جانشین او هستم، نه تنها صدارت عظما مال منه، عرض کنم که ریاست جمهوری آلمان هم مال من است. و همین تقلب رو در حق لنین کردن و استالین چاقوکش. لنین قرار بود استالین رو بیرون بیاندازه، این گرجی چاقوکش رو، جنایتکار بود خب، اما چون تیر خورده بود بیچاره مریض بود و اینها، و اون جلسه عقب افتاد و این به نفع استالین شد، فوت شد و این آقا اومد گفت آقا لنین گفته است ما جانشین او هستیم. بماند با حقه آقای علی خامنه‌ای یک رأی از ملت ایران نداشته برای این مقام و پست و این حرفا، اینم نمایندش.
این روباه پیر میماند این آقا. این آقا هم بداند که آقا رو صندلی که تو نشستی مرد حسابی، صدها نفر پیش از تو نشستن که اصلا نامی از اینها در تاریخ نیست، اصلا پیدا نیستن، فقط یک لکه ننگی بر پیشانی تو میماند که با جنایتکاران همکاری کردی و دروغ گفتی. این فیلم ها و این اسناد باقی میماند که یه روزم احمدی نژاد آمد گفت در ایران ما هموسکسوال نداریم. شما فکرشو بکن، هموسکسوال نداریم ما در اصلا مطلقا. حالا یکی از این پاسدارا گفته ما میخواییم به تمدن بزرگ اسلامی برسیم. پدر جان اگر 1400 سال گذشت از اسلام و به جایی نرسید و در هر مملکتی رفت جز گدایی و بدبختی و بیچارگی و عقب ماندگی چیزی نیاورد، دیگه تو لیت، خیلی دیره که شما تمدن اسلامی بیاورید. نگاه کنید به این جامعه اسلامی بیچاره، عقب مونده، تو سری خورده، مسخ شده، پریشان نشسته، الله کمکش کنه. خیلی عجیب هم هست در این داستان، در واقع این داستان صبح تا شب میره عرق میرزه کار میکنه و شب که میخواد بیاد خونه، خدا را شکر خدا به ما کمک کرد، خدا شکر بابا خدا کمک کرد، بخواب در ببنده ذکر خدا کن ببینیم خدا از سقف چیزی پایین میاندازه برات، اونم خدای اینا. خب اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم و برگردیم من کتاب شخصیت محمدی رو خدمتتون معرفی کنم از عبدالغنی رصافی، اگر اشتباه نخونده باشم. این آقا کسروی ایران بوده، تبارش هم گویا کرد بوده، از کنم مرد دلیری بوده اندکی قبل از کسروی و شاید همزمان از شبت که حالا میخونم تاریخ زندگیشو براتون ببینیم که فکر میکنم باستی با کسروی با اندکی کم و زیاد همزمان بوده. این عرض کنم که آگهی که دیدید برای کتاب، عرض شود که کتاب اخیر مخلص است، در باب شاهنامه هست، یک تصحیحی هم رستم و سهراب هست در پایان، چون داستان رستم و سهراب بیشترین غلط ها رو در بین همه داستان های شاهنامه متعلق به داستان رستم و سهراب است و هر داستانی هرچه بیشتر مورد علاقه خوانندگان بوده الحاقات بیشتری دارد. داستان رستم و سهراب در واقع حدود تا 600-680 بیت سرودن و به آن افزودن. خوشبختانه در این چند دهه اخیر دو شاهنامه بسیار قدیم کشف شد، مهمترین اون در واقع مهمترین کشف شاهنامه به گمان من کشف سنت جوزف بوده در دانشگاه بیروت که گمان میکردن قرآن است و یک دانشمند ایرانی رفت اونجا برای گویا مرتب کردن یا فهرست سازی کتابها دانشگاه سنت جوزف و معلوم شد این کتاب شاهنامه بسیار قدیم است. قدیم بودنش در واقع از رسم الخطش و از ضبط‌های کهنش آشکار هست و همچنین شاهنامه فلورانس که البته شاهنامه ناقصی است، هر شبت که قریب 20 و چند هزار بیت بیشتر ندارد. بنابراین هر شبت که من این شاهنامه‌هایی که از قرن 8 به بعد استنساخ شدند، اینها همه پر از خطاهای کتاب هستند، یا به دلایل سیاسی یا به دلایل عرض کنم دینی، اینها سرودن و اضافه کردن یا علاقه فوق‌العاده به یک داستان. مثلا فرض کنید در داستان زندگی رستم
گرفتن رخش یک بخش اصحابی 52 بیت که رستم رفته و اسبی که بتواند پیکر او رو تحمل کند پیدا کند. در داستان رستم سهراب هم همچنین قصه ای، اما انقدر ابیات رکیک و سست هستند که یک مبتدی در کار شاهنامه تشخیص میدهد که اینها جعلی هستند و در نسخه قدیم هم نیستند. باری چندین سال همونطور که بارها شنیدید صرف این کار شد و شما می توانید به تلفن 972-292-0101 تلفن کنید، 972-292-0101. و بعد عرض کنم که وقتی کار تمام شد ما فکر کردیم که خب بعض هموطنان ممکن است وقت خواندن کتاب رو نداشته باشند، قرائت کردیم و ضبط کردیم، یعنی داستان رستم و سهراب رو ضبط کردیم و چند سیدی که در واقع 6 سیدی شد و فزون بر آن یک مجموعه به نام ساز و سخن هم هست. در برای تهیه این کارها به تلفن 972-292-0101 میتوانید زنگ بزنید. این یک مطلب. مطلب دیگر، برای اولین بار ما سه تن بودیم دیشب، یک چیزی دیدیم از ایران که برای اولین بار دل ما شاد شد آقا از وطن. 35 سال از ما مریض شدیم آقا، به خدا سوگند ایرانیان اینجا اغلب از دوری وطن و اون چه بر وطن می‌روم غمگین هستند و ناراحت هستند و دچار چگونه ارز کنم حزن عظیم. یک چیز ما دیدیم دیشب دل ما شاد شد آقا، و اون سرو ابرقوست داشتیم نگاه می‌کردیم، چون ما وقتی رفتیم به شمال کالیفرنیا برگشتیم در محلی به نام بیگ سر که خیلی معروف است، پارک بزرگی است، ردوودهای بزرگ هست، یک درخت اونجا هست به نام کلونیال تری، درخت کلونیال که شناسنامه داره و در دنیا مشهور هست و سن این درخت 1200 سال. در کالیفرنیا یکی دو درخت هستن بیشتر از 4000 سال عمر دارن که یکیش رو اساساً جغرافیش رو به کسی نمیگوین که کسی نره به اذیتی نکنه. اما همونطور که میگشتیم و نگاه میکردیم ببینیم بین 10 درخت پیر جهان کجاست و چه هست، دیدیم که به 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 در ایران ما، در ایران عزیز ما سرو ابرقو سربلند ایستاده به مدت 4000 سال. عمر این درخت رو 3 تا 4000 سال تخمین میذارن. لطفا سرو ابرقو رو نشان بدهید سربلند ایستاده بدون عمامه. این عظیم درختی است و بزرگترین سرو جهان و قدیمترین سرو جهان است و ایرانیان در واقع در دوره‌های مختلف معتقدند که این سرو رو زرتشت به دست خیش کشته است، زرتشت به دست خیش کشته است و گفته است این درخت تا روزگار بهرام که آخرین سوشیانس خواهد بود و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و جای خواهد بود. عمر درخت همونطور که عرض کردم رو تا 4000 سال تخمین میزنن و در واقع خبر خوب این است که این درخت درخت بسیار سالم هست و همچنان بر پای ایستاده و من بسیار خوشحالم که آخوندها اره نبردن، عقل که ندارن، که درختم که نمیفهمن چی چیزیست، مگر امام جعفر صادق درخت داشت. این استدلالش این گونه است، سرو ابرقو که سرو زرتشت گفته میشه، این یک لحظاتی بارقه امیدی در دل ما ستن عرض کنم که به درخشش آورد و ما خوشحال شدیم که چنین پدیده‌ای در مملکت ما هست و این سرو نازنین چه روزگاران دیده. اگر 4000 سال صحیح باشد ببینید چند قرن پیشتر از آمدن آریایی ها به ایران و اینها بر جای بوده و خلاصه سن اینها رو به تقریب البته میگویند
و همه این دوره‌ها و کشکشدارها و سلسله‌های مختلف و تمدن ایران تا خودش به قرن 22 21 رسانده است. بله، سر و ابرقو دکی دو درخت هم تو که از کردن در کالیفرنیا است که اونا بین 4 تا 5 هزار سال عمر دارن و چند درخت دیگر یک روز حالا خدمتتون نشان خواهیم داد این درخت ها رو. عرض می کنم که آقای شجره اینجا امینم خانم محترم نشستن اینجا پای تلفن برای جمع‌آوری آبونمان و ما هم یک چند جلدی از کتاب که معروف حضورتون هست برای کمک تقدیم کردیم که می توانید زنگ بزنید و تهیه بکنید. همین تلفنی که در خدمتتون هست عرض کنم که زنگ میزنید، خانم منتظرن برای جمع‌آوری کمک ها. خب برویم سراغ شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس. من از این کتاب یک سره بی اطلاع بودم، دوست محترمی در شمال کالیفرنیا به ما دادن. خب عبدالغنی رصافی شاعر و مورخ آزادیخواه عراقی به حدود 1875 میلادی متولد شده، پدرش در ژاندارمری کار کرده، بعد مراتب علمی گذرانده، استاد زبان عربی و شاعر بسیار بسیار لایقی بوده و در روزگار بازنشستگیش خلاصه اینجا این کتاب رو تحریر کرده. کتاب انتقادی است از زندگی رسول و من امروز داستان باسواد بودن رسول رو یا بیسواد بودنش رو میخونم خدمتتون که البته این یه افسانه است. بارها عرض کردم هیچ بیسوادی نمیتواند این لغات قرآنی رو اساساً تلفظ بکند. محال چنین چیزی، محال از چنین چیزی که شما همه عربای بیسواد رو جمع کنید، دو تا کلمه قرآنی به هزار بار تکرار کنید و بر زبان اینها جاری نمیشه. بر زبان آدمهای بیسواد لغات مشکله جاری نمیشه و تا چه رسه کسی بنویسد اینها رو. اینه که حضرتشون سواد نوشتن و خواندنشون خیلی خوب بوده، کما این که در لحظه موت و در دامان عایشه میگوید ای عایشه برای من قلم و کاغذ بیاور مطلبی بنویسم. عمر اونجا دید که اگر که عایشه، عایشم پرید برای آوردن قلم و کاغذ که عمر مانع شد. عمر دید اگر که مطلب ایشون بنویسن کل قضیه برباد خواهد رفت و داستان امی بودن که البته رصافی چون استاد زبان عربی هست امی رو به گونه دیگر معنی کرده. امی از نظر ما یعنی بچه مادرزاد کاملا بی سواد هست، بنابراین امی یعنی آدمی که بالکل بی سواد هست، یعنی مدرسه ندیده، هیچ داره هیچ کنه سوادی نیست. اما امی از نظر رصافی چیز دیگری دارد. من کتمتو میخونم و ببینیم که این دانشمند عرب در باب پیغمبر عرب چه نوشته است. ما بارها خدمتتون گفتیم که جاهلی 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 این یک مغالطه است. این بین اینها در شهر مکه به خصوص آدمای دانا بودن، شاعر، آدمایی بودن صاحب شخصیت، آدمایی بودن از اشراف و اینها شعر یک تنها هنر اینها بود و اعراب مردمان شاعری بودند و خیلی هاشون باسواد بودند در حوزه مکه و مدینه چون شهر بود. حالا عرب بیابانی بیچاره اونا دیگه مطلب دیگری است.
اما این نیست که فکر کنیم دوران جاهلی بود و هیچی نبود. اینها چون جمیع، بارها عرض کردم این نکته مهمی است که جمیع بزرگان اسلام پروردگان جاهلی هستند. پس این چه جاهلی است؟ پیغمبری داشته، این چه جاهلی است که عمر رو داشته، این ابوبکر رو داشته، ابو سفیان رو داشته، ابو عبیده جراح رو داشته، سعد بن ابی وقاص داشته، حمزه بن عبدالمطلب داشته. اینها آدمای تراز اول اسلامن و بنیانگذاران اسلامن و هرگز تاریخ اسلام دیگه مثل اینا ندید. یعنی بهترین آدمای اسلام پروردگان آقا بابا معلمی داشتیم اینجوری میکرد. کجا هستن آقا؟ جاهلیت. بنابراین اسلام عزیز از روز اول عرض کنم که طرح اون ریخ که همه مدنیت ها رو جهالت بنامد، نه فقط اعراب. باری محمد مردی بوده بسیار باسواد، حالا اطلاعاتش غلط بوده، حالا بماند، اون چی در قرآن منعکس کرده از تاریخ یهود غلطه. دلیلش هم این است که منابع تراز اول در دست ایشون نبوده و اون اعراب مدینه هم، اون یهودیان مدینه هم قرنها بود، قریب 600 سال که از کل جامعه یهودی جدا شده بود، عرب شده بودن و قصه هایی که می گفتن رو ایشون حقیقت در داستان ابراهیم نشان دادیم که چگونه اشتباه متوجه شده، اسناد درجه که یهود در دستش نبوده. حالا این من سواد ندارم سواد ندارم، وحی به من می شود، در واقع وحی خودش به خودش می شده. من میارم اینجا، این گفته من نیست، گفته این فرزانه عرب هست. خب میگوید که آیا محمد بی سواد بوده؟ همه اونچه که در تورات، من صفحه 186 رو میخونم، این کتاب که من خیلی خیلی دوست دارم شما تهیه بکنید، بنده نمیدونم از کجا باید گرفت، این گویا در اروپا چاپ شده است، باری اسمش هست شخصیت محمدی. همه اون چه که در تورات و دیگر کتاب‌های عهد عتیق از داستان‌های پیامبران و اوضاع و احوال گذشتگان وجود دارد و در قرآن نیز آمده است، بر این دلالت دارد که محمد از تاریخ احوال گذشتگان باخبر بوده و معنی آن نیست که او کتاب‌های مزبور را می‌خوانده و از راه آنها این اطلاعات را دریافت کرده و قادر به خواندن و نوشتن بوده، ولی اشخاص متدین و مؤمن ممکن است این ایراد را بر ما بگیرند که محمد از طریق وحی خدایی و توسط جبرئیل و اینا، عرض کردم مغلطه توضیح مرموز. ما بسیار میخوانیم که حضرتشان نشسته بودن، جبرئیل آمد گفت فلانجا براتون نقشه میشن. این جبرئیل چند تا جاسوس داشت، حضرتشان آقام نام برده که گفت ما تمام جاسوسایشون رو نمیتوانیم نام ببریم چون مخفی بودن، اما سه نفرشون رو ما میشناسیم که یکیش عباس عموش بوده، ولی عربا میگشت ببین پشت سرشون چه میگن، چه نقشه دارن و اینها. گفت من با محمد مخالفت دارم، عموشم هستم. فورا اطلاع میداد، ایشون هم میگفت جبریل به من آمد گفت که نقشه کشیدن، امشب باید فرار کنیم. مثلا خدمت رو عرض کردم که اون چه مربوط به ما بعد و طبیعه هست دروغ مطلق است، چون کسی نتوانست این امر رو به اثبات برساند. هیچ کس از آسمان نیامد، هیچ کس هم به آسمان نرفت جز این فضانوردان. اصلا آسمان وجود نداره، هیچ کس بهشت رو تجربه نکرد، هیچ کس جهنم رو ندید، هیچ کس فشار قبر گزارش نکرد، هیچ کس روز رستخیز و فلانی حرفا، اینا همش برای ترساندن عوام الناس بوده، برای اینکه افکار این مرد گسترش پیدا کنه و بسیار هم موفق بوده، کما این که هنوز هر کسی ایشونو نقد کنه یا میان سرش میبرن یا مسلسلچی میفرستن اونو بکشه. ببینید داستان از چه قراره. حالا عرض کنم خدمتتون که در دوره‌ای که این مرد هست، دوره بیداری خاورمیانه است که چنین آدم‌های پیدا شد مثل کسروی و این رصافی. خب در میگه از اطلاعات را از جبرئیل و وحی خدا دریافت میکرده است.
از این رو استدلال دیگری را پیش میکشیم و از این رو استدلال ما درست نیست، از این رو استدلال دیگری را پیش میکشیم و این همان احادیث نبوی است که خود محمد اونها را گفته و توسط جبرئیل به وی نرسیده است. زیرا همونطور که گفتیم و اکثریت علمای اسلام نیز بر همین اعتقاد هستند، همه اینها وحی نبوده و پیامبران نیز جایز الاجتهاد بودند، اونگاه مسلمان مؤمن نیز بهانه‌ای برای اعتراض نخواهد داشت. پیش از وارد شدن به این بحث باید معنی کلمه امی را روشن کنیم و ماهیت امی بودن اعراب و اینکه چه کسی به چه دلیل این نام را بر آنها نهاده شرح دهیم. همه ما باید بدانیم که ملت‌ها و امت‌ها در زمان محمد به دو دسته تقسیم می‌شدند. نخست امتی که دارای فرستاده از جانب خدا به کتاب آسمانی بود، مانند مسیحیان و یهودیان. دوم امتی که فاقد این مشخصه است، مانند اعراب دوران جاهلیت. و هنگامی که محمد دعوت خود را آغاز نمود، برای اینکه در سخنانش این دو را، امت با کتاب و امت بی کتاب، از یکدیگر جدا و متمایز سازد، اعراب را امیین خواند. پس تعریف امی این است آدمایی که اهل کتاب نبودند. اهل کتاب یعنی مسیحی و یهودی جز امیین محسوب نبودند. بقیه عرب ها یعنی بی کتاب، یعنی کسانی که پیغمبر نداشتن، به اینا خودش هم پس جز همین امیین به حساب می اومد، چون خودش هم که عرض کنم که در جامعه جاهلی به دنیا آمده بود. خب اعراب را امیین خواند و منظورش این نبوده که اعراب سواد خواندن و نوشتن ندارند، زیرا در میان اعراب اون زمان بسیاری بودند که مردم با سواد بودند. بله، میگوید نگاهی بیاندازیم به آیه‌ای که در سوره آل عمران آمده است که معنی آن چنین است: بگو به کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده شده و به آنهایی که داده نشده، و به عربی اینها را امیین نوشته است، قل للذین اوتوا الكتاب والامیین. خب آیا با ما هم عقیده می شوید؟ در اینجا کاملا مشخص است که منظور محمد از اونهایی که کتاب آسمانی دارند یهودیان و مسیحیان است، و از امیین اعراب که کتاب ندارند، نه این که سواد خواندن و نوشتن ندارند. خب این بابا دیگه هم خودش عرب بوده، هم استاد زبان عربی بوده، هم شاعر بزرگی بوده، این دیگه واسه حرفش رو پذیرفت. چنان که ادعا شود که منظور امیین در این آیه به دلیل بی سوادی اکثریت عرب اون زمان کسانی است که سواد خواندن و نوشتن را ندارند، جواب خواهم داد چنان چه این ادعا درست باشد، شامل یهودیان و مسیحیان نیز خواهد شد، زیرا اکثریت اونها هم سواد خواندن و نوشتن را نداشته و از این رو به اونها نیز باید امیین اطلاق شود، در حالی که آیه مزبور اونها را از امیین جدا می کند. بارکلا، درست دلیلش. می گویند اگه قرار بود امی برای بی سواد باشه، خب به یهودی هم می گفت. یهودی بی سواد هم بسیار بوده، مسیحی بی سواد، ولی به اونها نمی گه. اونها را اهل کتاب می گه و امیین، یعنی عربا. و حتی پا را فراتر می نهم و می گویم که همه ملل اون زمان جز قصر ناچیزی سواد خواندن و نوشتن نداشتند، پس همه آنها نیز امی هستند. پس ببینیم که تفسیر درست همان است که قبلا گفتیم، چنانچه اعراب امی باشند، پس محمد یکی از آنهاست و او نیز امی می باشد، یعنی از مردمی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند و نه به معنی فاقد سواد خواندن و نوشتن. بله، چنانچه در سوره جمعه نیز چنین آمده است: اوست که برای امیین، اونهایی که نه پیامبر و نه کتاب آسمانی دارن، فرستاده از خودشان برانگیخت. بله، بله، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خب اونهایی که نه پیامبر دارن، فرستاده خودشان برنگی. بدین معنی که فرستاده امی منصوب به امت عرب، که امتی امی
بدون پیغمبر یا فرستادی از جانب خدا به کتاب آسمانی، معنی رو معنی کرده باز میباشد برانگیخت. پس نتیجه میگیریم که نامگذاری اعراب به امی یک نامگذاری اصطلاحی است و شامل سایر اصطلاحات قرآن از قبیل صلات و زکات و غیره میباشد و در میاییم که اعراب اون زمان امی بودند، یعنی بر خلاف یهودیان و مسیحیان مشرک بوده و کتابی نداشتند که در دین خود به اون رجوع کنند و یا پیغمبری که خود را به اون نسبت دهند. و چون محمد نیز وابسته به این امت بوده، او نیز امی بوده است. همچنین ابوبکر و عمر و عثمان و علی همه اونها امی بودند با اینکه سواد خواندن و نوشتن را داشتند. خب این بود معنی قرآنی امی، ولی معنی لغوی اون همون نداشتن سواد و خواندن و نوشتن و به ام پرانتز مادر نسبت داده شده، از زیرا خواندن و نوشتن یک پدیده اکتسابی است و گفتن امی به کسی، یعنی همان روزی که از مادر به دنیا آمده و بی سواد است. و محمد این لغت را در قرآن به معنی لغوی اون نیز به کار برده، همچنین که در سوره البقره در باب یهودیان گفته است برخی از اونها بی سوادانی می باشند که از کتاب خدا جز پندارهای نادرست چیزی نمی دانند. طبق احادیث و روایات بسیار که از کتابهای سیرت به دست ما رسیده، محمد هم سواد خواندن و هم نوشتن را به اندازه کافی داشته است. نمونه اون در مورد پیمان صلح حدیبیه روایت شده که محمد علی را مأمور نوشتن صلح‌نامه میان خودش و سهیل ابن عمرو نماینده تام الاختیار قریش نمود و به او چنین دیکته کرد، یعنی حضرت محمد و حضرت علی، بنویس این است آنچه محمد رسول الله با سهیل ابن عمرو بر آن مصالحه نمودند. سهیل گفت اگر شهادت میدادم که فرستاده خدایی، نیازی نمی بود که با تو از در جنگ درآیم و حایل میان تو و کعبه شوم، و به گفته ای اگر میدانستم که رسول خدایی با تو مخالفت نمی کردم. خب گفت بنویس این صلح‌نامه بین محمد رسول الله. گو اگه من قبول داشتم که رسول الله هستی که ما اینجا نبودیم آقا، مانع نمی شدیم از شما که کعبه رو زیارت کنی، که من تو نام رسول الله قبول ندارم، ولی می توانی به نام خودت و پدرت بنویسی، بگی مثلا محمد ابن عبدالله. آیا نسبت به نام خودت و پدرت بیمیلی؟ رسول به علی گفت رسول الله را پاک کن، یعنی از نوشته. علی پاسخ داد به خدا هرگز تو را پاک نخواهم کرد. رسول الله گفت اون را نشانم بده. پس علی نوشته را به اون نشان داد، او هم رسول الله را با دست خود پاک کرد. اگه بی سواد بود که نمیدونست رسول الله کجاست، نمیدونم داستان کلمه مصالحه کجاست. گفت بده من کاغذ، بده من. علی گفت من تو رو پاک نمیکنم. گفت بده من. خودش خط کشید روی رسول الله. خب پاک کرد و به علی گفت بنویس این است اون چه محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو بران مصالحه کردن. علی کمی صبر کرد و سپس از این که چیزی جز محمد رسول الله بنویسد خودداری کرد. پس محمد صلح‌نامه را گرفت و با دست خود اون جمله را نوشت. علی از بس اعتقاد داشت دستش پیش نمی رفت که رسول الله را حذف کنه، خود رسول گرفته و دنبال مطلب رو خودش نوشته. پس این داستانی که ایشون بی سواد بود افسانه است. میخواسته از معجزاتش باشه. ابن خلدون در تاریخ خود هنگام شرح ماجرای صلح حدیبیه بر این روایت اعتماد کرد، ولی از آن به عنوان یک معجزه یاد کرد، بدین معنی که اقدام محمد به نوشتن را در حالی که سواد نوشتن را نداشته یک معجزه قلانده. خدا پدر ابن خلدون هم بیامرزه، این مرد خیلی خیلی بزرگی است، ولی در تمام همه کار اینا مغالطه رو میشه پیدا کرد. به این مسئله کاری نداریم، چون به خوبی معنی امی را میدانیم. به علاوه محمد از همان اوان پیش از بعثت هم میخونده و هم مینوشته، ولی این مسئله را پرده پوشی میکرده است و بدون تظاهر نمی کرده و نه ادعایش را می کرده و نه عملا دست به این کار می زده و کسی جز عمویش عباس از این مسئله با خبر نبوده. او بهتر از هر کسی دیگر به اوضاع احوال محمد پیش از بعثت آگاه بود،
عباد پیش از اقدام محمد به اعلام دعوت خود به وی ایمان داشته ولی اون را پرده پوشی میکرده و که بتواند که جاسوسی بکند، عرض کنم که برای حضرت محمد در بین عرب ها. اجازه فرمایید که کتاب نقدی بر چاپ‌های انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب، پژوهشی از بهرام مشیری، به انضمام 6 CD قرائت و شرح این داستان. جهت سفارش با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، سپر دوست عزیز من، خیلی خیلی اطلاعاتش راجع به جنگ دوم کامله. اینه که ما در این فرصت‌های بریک به قول معروف با هم راجع به جنگ جهانی صحبت می‌کنیم. عرض کنم که خب برگردیم سر داستان امی بودن حضرتشان. حالا ما چرا این نشستیم اینجا یه حرفا رو می‌زنیم؟ نه حالا قریب 30 سال هست، حالا 15 سالش در تیوی است، به جهت این که ما گرفتاریم، به جهت این هست که ما اسیریم، کشور ما از دست رفته به توسط این اهل دین با تکیه بر همین داستان هاست. بنابراین تا زمانی که ما در نیابیم که آقا خبری نبوده، اونا میگوش آدم بودن مثل ما، نه با آسمان ارتباط داشتن نه با ریسمان، نه خدا آدم میفرستاد نه تکس میفرستاد، نه وحی بوده نه جبرئیلی بوده، نه معجزه‌ای بوده، خبری نبوده، ما با اینا کاری نداریم، اینا با ما کار دارن، دین هر کسی به خودش مربوط هست. بارها به کرات و مرات عرض کردم آرزوی این مخلص به عنوان یک زاده ایران، یک شهروند ایران این است که مملکت آزاد باشد، مردم ما آزاد باشند در ادیان، هر کسی بتواند اون خدایی را که میپرستد واسه اجازه داشته باشد ایرانی موش بپرستد، مار بپرستد، نمیدونم اون که میخواهد بپرستد، الله بپرستد، اهورامزدا بپرستد، معبدی که میخواهد بسازد و به آزادی آیین خودش رو در واقع تمرین و تکرار بکند. این به بعد معنویش خوب اضافه میکند، هر جامعه احتیاج به یک چیزی دارد آقا، و دین جزء عناصر بسیار مهم فرهنگ هر کشور هر مملکتی است. اما امروز تبدیل شده است به خنجر و شمشیر و شلاق و خفقان و اختناق و غارت کشور و بیچاره کردن ایران زمین. ببینید چه بلایی آوردن به روز این آبهای زیرزمینی. متخصصین خودشان را نگاه کنید چه میگویند، که بخش کثیری از جمعیت ایران مجبور به مهاجرت خواهند شد از بیابی. صد میزنن به کوه نمک برادران پاسدار، حالا قاچاقچی کشیشون رو نمیدونم، اون همه کسافتکاری که میکنن و اموال مردم رو میخورن و میگوین چند اسکله دارن که هیچ کس نمیتونه کنترل کنه سر جاش. سدسازی هم میکنن، متخصص سد هم هستن، گفتن آقا اینجا این کوه پر نمکه، شما نمیتوانی در یکی از این سدهایی که زدن فکر کنم روی کارون، نمیشود این آب شیرین کارون پر نمک میشود. گفتن داشی ما روش سیمان میکشیم، حالا میگوین که اون سدی که زدن پر نمک شدیش، کارش هم نمیتوانه بکنه. حالا آدم کشی ها و غارت و ما شنیدیم که یک پول هنگفتی هم باز پرداخت کردن به اسد. این است که ما تا اینها رو از آسمان نیاوریم به زمین
و نفهمیم که اینها هم آدمهایی بودند مثل ما زندگی میکردند روی این زمین و هیچ کسی با اولاغ با آسمان نرفت و هیچ کس معجزه نکرد و اینا هیچ کدومشون معجزات نیست، اینا سخنان ساده پیش پا افتاده است و قوانینی که بر جامعه ما حاکم کردن این در جامعه عربی بیابانگرد 1400 سال پیش اون زمان هم عقب افتاده بوده، اون زمان هم نمیشد اون رو برداری ببری در روم، اونجا امپراتوری روم رو وادار کنی به چشم درآوردن و سر بریدن و دست قطع کردن و سنگسار کردن و اینها. انگیزش خدمت شما فقط آزادی است دوست محترم، ما نه دین ستیز هستیم نه اصلا حماقت دین ستیزی، اما این کار صحیح است، درست است، من بهش اعتقاد دارم. خود مخلص قصایدی در مدح علی داشتم در 15 سالگی، روزی که ما خواندیم که ایشان در سربریدن بنی قریظه دست داشته ما خداحافظی کردیم با مولای متقیان. هشتصد نفر رو گرسنه بودن، سه روزم آب ندیده بودن، دست آب بسته، چاله هایی که کندن در بازار مدینه محل کسب و کار، زبیر اون سو علی این سو سر می بودید. خمینی هم به امر خیلی اشارت کرد. خب برگردیم به گفتیم که عباس اطلاع داشت که حضرت محمد با ثبات بود و هیچ کس بیشتر از او به اوضاع احوال محمد آشنا نبود. بله، عباس پیش از اقدام محمد به اعلام دعوت خود به ایمان داشته ولی اون را پرده پوشی می کرده و پس از اعلام دعوت تا فتح مکه که رسماً و علناً اسلام آورد تظاهر به کفر می کرد و در واقع یک منافق مثبت بوده، بدین معنی که ایمانش را به محمد مخفی نگاه می داشته و تظاهر به کفر می کرده و با این کار خدمات بسیار بزرگی در حق محمد انجام داد، زیرا در واقع چشم و گوش و خبرچین محمد درون قریش بود و دستگاه اطلاعاتی او را تشکیل می داده و هر چرا که اتفاق می افتاده به اطلاع وی می رسانده که در این باره در فصل جداگانه گفتگو خواهیم کرد. نام جاسوساش ایشون رو جای دیگه آورده، این دانشمند عرب رسافی. روایت زیر که در کتاب‌های سیرت نقل شده است دلیل واضحی بر این مسئله است که محمد هم می‌خوانده و هم می‌نوشته و عمویش عباس این را می‌دانسته ولی مخفی نگاه می‌داشته. از قول عباس ابن عبدالمطلب نقل شده است برای تجارت همراه کاروانی که ابو سفیان نیز جزء آن بوده مکه را به سوی یمن ترک کردم، در راه نامه‌ای از حنظله ابن ابی سفیان رسید. حنظله پسر ابو سفیان بود، مولا علی سرش برید در روز احد، در جنگ احد عرض کنم حنظله نامی رفت میدان، ابو سفیان از بالا ایستاده بود، یکی از نفراتش شمشیر زدن، حنظله رو کشتن و ابو سفیان فریاد زد ای محمد الیوم بالیوم و حنظله و حنظله، همچی چیزی، یعنی این روز به اون روز در، یعنی روز جنگ بعد که شما ما رو کشتید امروز ما شما رو کشتیم، این حنظلم که من کشتم به اون حنظله پسرم در. خب از صورت که در راه نامی از حنظله ابن ابی سفیان، همون حنظله است که مولا علی کشته، رسید دایر بر این که محمد در مکه میگوید من رسول خدایم و شما را به سوی دعوت میکنم. این خبر در همه انجمنهای یمن پیچید. اندکی بعد یک راوی یهودی نزد من آمد و گفت به من خبر رسیده که عموی این شخص در میان شماست. گفتم آری من هستم. گفت شما را به خدا قسم میدم آیا برادرزاده تان در رفتار و کردار خود جوانی می کند؟
گفتم نه به خدا، اونا دروغ گفته است، نه خیانت کرده است و نزد قریش به امین معروف است. سوال کرد آیا با دست خود می نویسد؟ خواستم بگویم آری، ولی از این که ابو سفیان مرا تکذیب کند و حرف مرا رد کند ترسیدم و گفتم نه نمی نویسد. این را عباس گفته، عموی پیغمبر. رابی از جایش جهید و ردای خود را بر جای گذاشت و در حالی که می رفت می گفت سربریده شدند یهودیان، کشته شدند یهودیان. از این روایت چه نتیجه گیری می توان کرد جز این که محمد سواد خواندن و نوشتن را داشته، ولی عمویش که نسبت به اون آگاه بوده پرده پوشی می کرده و در اینجا نیز از ترس تکذیب ابو سفیان اقدام به پرده پوشی کرد. به روایت دیگری می نگریم که نشان می داد محمد کتاب های قدیمی را می خوانده و با محتوای آنها کاملا آشنا بوده و اطلاعاتش ربطی به وحی از طرف جبرئیل نداشته است. هنگامی که حسن ابن علی ابن ابی طالب به دنیا آمد، محمد پرسید فرزندم را به من نشان دهید، چه نامی بر او گذاشتی؟ علی گفت حرب. از بس به حرب علاقه من بوده اسم بچهش گذاشته حرب. خیلی خوب. محمد گفت بلکه حسن است. و هنگامی که حسین به دنیا آمد پرسید او را چه نامی دید؟ علی گفت حرب. محمد گفت بلکه حسین است. و پس از تولد فرزند سوم محمد نام او را پرسید علی گفت حرب. محمد گفت بلکه محسن است و اضافه کرد نام فرزندان نهارون را بر آنها نهادم و چنین و چنان. اگر محمد کتاب‌های قدیمی را نمی‌خوانده از کجا به نام‌های فرزندان هارون آگاهی پیدا کرده بود؟ در روایت دیگری نیز آمده است که هنگام بازگشت از جنگ بعد دستور داد تا عده همراهانش را بشمارند. به او گفتند تعداد آنها 313 نفر می‌باشد. بسیار خوشنود شد و گفت مطابق عده اصحاب تالوت به هنگام گذشتن از آب رودخانه می‌باشد. و هنگامی که منافقین در روز حنین از نحوه تقسیم غنایم اظهار ناخشنودی کردند و اون را ناعادلانه دانستند، با عصبانیت شدیدی گفت پس چه کسی باید عدالت کند اگر خدا به پیامبرش نکند؟ رحمت خدا بر برادرم موسی که بیش از اینها مورد آزار قرار گرفت و صبر کرد. گفتند که محمد با این گفته به داستان قارون پسر خاله و پسر عموی موسی اشاره کرده است که موسی را متهم ساخت که با زن بدکاری رابطه برقرار ساخته. همچنین از حدیث عده ابن حاتم که در صفحه های نخستین این کتاب بدان اشاره کردیم و تایید آن به عده تاکید کرد که من از تو به دینت یعنی دین مسیح آگاهتر و داناتر می باشم و سپس اشاره های دقیق به مسائل دینی او کرد. تا پایان حدیث هم چنین گفته او درباره شکیبایی ام سلیم هنگامی که فرزندش وفات یافت و همسرش را نیز وادار به شکیبایی کرد. هنگامی که خبر ام سلیم به پیامبر رسید گفت سپاس خدای را که در امت من زنی چون اون زن شکیبای بنی اسرائیل بیافرید. از او پرسیدن ای رسول الله داستان چه بوده است؟ گفت او زنی بود که دارای دو فرزند پسر بود. همسرش روزی به او دستور داد تا برای یک جشن میهمانی خوراک تدارک کند. هنگامی که میهمانان رسیدند دو فرزند او مشغول بازی شدند و در چاهی که در صحن خانه بود سقوط کردند و مردند. همسر مرد که اکراه داشت میهمانی شوهرش با این حادثه مکدر شود، پیکرهای دو فرزندش را به خانه آورد و روی آنها را با پارچه پوشانید. هنگامی که میهمانی پایان یافت و میهمان رفتند، پدر سراغ فرزندانش را گرفت و گفت آنها کجا هستند؟ همسرش گفت در درون خانه. ببینید عربا چه میزان به میهمان اهمیت میدادن که مرگ رو بچه نمیخواستن میهمانان رو مقدر کنه. خیلی جالبه. پدر اونها رو فرا خوان، آنها نیز از خانه بیرون آمدن و نزد پدر رفتن. زن گفت سبحان الله، به خدا اونها مرده بودن ولی خداوند در پاداش صبر شکیبایی من زنده کرد. خیلی خوب. حالا عرض کنم که البته این داستان مربوط به داستان بنی اسرائیل هست، اما اینکه عرب در مهمان نوازی بی نظیر بودن چه؟ خب این هم یه دروغ شاختار که اینا مرده بودن و دوباره زنده شدن. اصلا چنین چیزی هرگز. باری این بخشی که خوندم حاوی 4-5 صفحه است و این کتاب رو من توصیه میکنم، شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس. عرض کنم که
با مقدمه‌ای که آقای بهرام چوبینه نوشته و در اروپا به چاپ رسیده. یک آدرس اینجا هست، میرم خدمتتون، بهرام چوبینه BAHRAMCHOUBINE @hotmail.com بهرام چوبینه با یو او یو و آخرش هم ایه @hotmail.com از مبارزان هستی مرد بزرگ و وضع نوشته هاشو من خوندم، بسیار زیباست. باری وقت ما در اینجا هموطنان گرامی به پایان رسید. زنگ بزنید به تلویزیون پارس برای کمک ها و راجع به کتاب ها و سی دی و اینا هم که صحبت کرد. بنابراین امروز از شما خداحافظی میکنیم، سپاسگزاری میکنم از سپهر، سپاسگزاری میکنم از شما که وقت خود رو گذاشتید و به این داستان گوش کردید. اینا داستان های مهمی است. باز هم از این آقای رسافی نقل قول خواهیم کرد تا ما سرانجام حقایق برای ما روشن شود. تا حقایق برای ما روشن نشود کار ما به جای آقا نمیرسد. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.